خانم زمرمن باز هم خوش آمدین به برنامه ما طوری که گفتیم ایالات متحده آمریکا گفته که در از سال 2018 تا سال 2020 سالانه بیش از 3 میلیارد دلار را به نیروهای ملی افغان کمک خواد کرد شیوه و طرز کمک ها چگونه خواد بود خب ما ف... فکر می کنم که تغییر زیاده از مقایسه با گذشته نمی بینیم برخی از وجود وجود حمایوی برای امکانات و تجهیزات و ماشها خواهد بود و چیزهای مثل یونیفرم و تقریبا مانند گذشته خواهد بود خب حکومت ایالات متحده همچنان گفته که از کانگرس تقاضا خواهد کرد که کمک جداگانه سالانه یک میلیارد دلار برای امداد در بخش اقتصاد افغانستان و انکشاف افغانستان هم منظور بکنه خب چه فکر میکنین که کانگریس آیا ای کمک را منظور خواد کرد یا نه خب مشکل است که اینکه کاری که کنگرس میکنه پیش بینی کنیم به خصوص که ما در سال انتخابات در ایالات متحده قرار داریم و در حال حاضر پیش بینی مشکل است ولی احتمال از که ایالات متحده نوعیت کمک های امدادی انکشافی خود را همچنان ادامه بده زیاد است خب تا زمانی که این کمک های یاد شده به افغانستان فراهم میشه در ایالات متحده یک حکومت و یک اداره و رئیس جمهوری جدید روی کار خواد آمد رئیس جمهور آینده ایالات متحده امریکا هر کسی که خواد بود آیا مش تازهش روی چگونگی و یا مبلغ این کمک ها هم تاثیر خواد گذاشت؟ Uh, یک احتمال هست یک احتمال وجود داره امدادهای ایالات متحده به شکل سالانه تعیین میشه و تصمیم گیری روی بودجه به شکل سالانه صورت میگیره که ممکن از او هست که رئیس جمهور نوعیت تعهد ما را تغییر بده ولی یک تغییر عمده پالیسی در قبال افغانستان خواهد بود چیزی که رئیس جمهور تازه با آسانی به او تن نخواهد داد آیا شرط های هم با این کمک ها به حکومت افغانستان گذاشته خواهد شد تا این کمک ها سوی استفاده نشود و در طریق و روش بهتر استفاده شود از اون؟ Uh, خب ما اکنون بر ما گفتن نشده که شرایط تازه چی خواهد بود ولی آقای آلسن در خطابه خود گفت که ارجعیت ها و اولویت ها برای یالات متحده برای تشدید و تداوم کمک هایش به یالات متحده و نیروهای امنیتی روی کاهش قیمت و یا نو برای بهبود ظرفیت اردو خواهد بود ما میتونیم ای را بگویم که ما به دنبال یافتن روش های هستیم که پول به او به شکل موثر در گذشته مصرف نشده رئیس جمهور اوباما در این اواخر صلاحیت های نیروهای باقیماندی امریکا را در افغانستان در بخش همکاری با نیروهای محاربوی ملی افغان افزایش داده این کار چه فکر میکنید که آیا باعث افزایش بودجه در قسمت نبرد با هم خواد شد یا خیر؟ well, um, خب um, uh, فکر میکنم exactly. که مشکل است دشوار است که در همین لحظه ما را بگوییم که البته جنرال جان نیکلسون قمندان ارشد ایالات متحده در افغانستان اخیرا یک غور یک گزارش را روی اوضاع در افغانستان نوشته که او را با تحلیلگران پالیسی مورد تحلیل قرار داده ولی در دسترس آمن از قرار نگرفته بنان روی ای که تمویل جنگ چقدر و ای فعالیت ها ارزش تمویل از او چقدر خواهد بود به صورت میگیره و رئیس جمهور اندک تردد داره روی فعالیت گسترده تر ایالات متحده در اونجا و بنا نقش از اونا هنوز در حالت همکاری و حمایوی خواهد بود و ما باید منتظر باقی بمانیم که فعالیت ها چگونه خواهد بود و همچنین بیشتر در مورد تمویل از او معلومات به شما خانم زمنون.